آقای هاشمی، لطفا بفرمایید که استراتژی ایسوس برای ورود به بازار ایران، اگرچه قبلا هم در واقع تلفن‌های همراهش تو بازار ایران بوده، موجود بوده و عرضه می‌شده، اینی که داره ریلانچ میکنه، یعنی رونمایی مجدد داره میکنه محصولاتش رو به صورت رسمی، دلیلش چی هستش و اینکه چه اهدافی رو داره توی بازار موبایل ایران دنبال میکنه؟ در واقع این لانچی که امروز برگزار میشه مربوط به لانچ رسمی بیزینس موبایل در ایران هستش. کالاهای موبایل ایسوس که داخل ایران هستن کالاهای رسمی ایسوس لحاظ گارانتی نیستن، چون ایسوس هیچ گارانتی تا به امروز روی موبایل ها نداشته داخل ایران. از امروز رسما ما واردات رسمی موبایل های ایسوس رو داریم، همون چیزی که به صورت جهانی لانچ میشه همزمان داخل ایران هم موجود هست و با گارانتی لوکال وارد ایران میشه و کاربران نهایی میتونن ازش استفاده بکنن. ما در واقع این تفاوت بیزینس رو توی بیزینس آیتی هم داریم، روی کالایی که به صورت غیر رسمی وارد کشور میشه و کالایی که به صورت رسمی وارد میشه. ما در واقع هدفمون داخل ایران هست این هستش که بتونیم خواسته های مشتری ها رو که کاربران نهاییمون هستن برآورده بکنیم از لحاظ تکنولوژی، فناوری و دیزاین، و بتونیم سرویس مناسبی رو بدیم در سطح سرویسی که خود وندور تو کل دنیا به کاربران نهاییش میده. هدفی که ایسوس توی بازار تلفن همراه ایران گذاشته چی هستش و فکر میکنید تو چه بازه زمانی به این هدف برسید؟ ما بیزینسی که داخل ایران توی موبایل دنبال میکنیم فقط تلفن های هوشمند یا همون اسمارت فون ها هستش و بسکتمون در واقع از مدل هایی هستش که از سگمنت لو اند تا های اند هستش. همچنان مثل بیزینس آیتیمون تمرکزمون روی طراحی به روزترین تکنولوژی روز روی اسمارت فون ها و ارائه سرویس مناسب هستش. سهم بازاری که در واقع داخل ایران ما تارگت کردیم همچنان شبیه آیتی جدی هستش و به عنوان بیزینس اصلیمون از امروز خواهد بود داخل ایران. بیزینس آیتیمون همچنان ادامه داره با قدرت تر و بیزینس موبایل هم همچنان شبیه آیتی روز به روز گسترش می‌کنیم توی این بازار. ایران جزو اون دسته کشورهایی هستش که در واقع تلفن‌های هوشمند ایسوس داره توش عرضه میشه، معدود کشورهایی هستن که این اتفاق داره توشون میفته. استراتژی ایسوس برای اینکه به صورت گسترده تلفن‌های همراهشو عرضه نمی‌کنه توی دنیا به چه دلیل داره این استراتژی رو پیگیری می‌کنه و انجام میده؟ سازندگان گوشی همراه یا لوازم آیتی موبایل سیاست مختلفی دارن. ایسوس سیاستش برای توزیع کالا در کشورهای متفاوت کل دنیا سلکت اند فوکوس هستش. توی خاورمیانه فقط کشور مصر و بعد ایران روی بیزنس موبایل فعالیت دارن. علتش هم این هستش که بتونیم بازار رو کنترل کنیم، چون یکی از مشکلاتی که بقیه رقبا باش درگیر هستن اینه که پراکندگی کالا توی توزیع انقدر زیاد هست، روی قیمت گذاری، روی نحوه سرویس دهی تمرکز زیادی ندارن. ما از اونجایی که میخوایم سطح کیفی محصولاتمون چه علاوه توزیع چه علاوه سرویس برای کاربر نهایی حفظ بکنیم، استراتژی این هستش که فقط روی کشورهای خاص این اتفاق بیفته و در واقع این کوارتر به کوارتر که هر سه ماه میلادی هست رو به گسترش هست و به محضی که آمادگی بیشتری پیدا بکنیم توزیع رو در کشور دیگه هم خواهیم داشت. توزیع کننده موبایل های ایسوس تو ایران چه شرکتی خواهد بود و آیا گارانتی رو همون شرکت میده یا اینکه گارانتی اصلی ایسوس روی محصولات تلفن های همراهی که دارید الان عرضه میکنید خواهد بود؟ شرکت توزیع کننده در واقع محصولات موبایل ایسوس در حال حاضر شرکت ویستا پخش هستش به عنوان عامل توزیع داخل ایران و شرکتی که گارانتی محصولات در واقع موبایل ایسوس رو خواهد داد شرکت حامی هستش که یک شرکت سرویس کمپانی هست و تمام در واقع سرویس های گارانتی و خدمات پس از فروش توسط اون شرکت داده میشه. به خاطر محدودیت هایی که همچنان وجود داره قادر به ارائه سرویس مستقیم از سمت خود ایسوس به کاربر نهایی نیستیم که
امیدواریم با وضعیت جدیدی که برای ایران به وجود اومده روزی بتونیم این کار رو انجام بدیم. و برای آخرین سال، چالشی که در واقع عرضه کننده های موبایل توی ایران در سال آینده احتمالاً خیلی زود باش در واقع مواجه بشن، بحث ریجستر کردن تلفن های همراه. برای این چه فکری کردید و آیا این اتفاق رو در واقع اتفاق خوبی میبینید برای جلوگیری از ورود کالای غیر رسمی ایسوس به موبایل های غیر رسمی ایسوس به بازار ایران یا خیر؟ در واقع IMEI لاک دو خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشور نیمه پیشرفته فعال هستش و حتی اپراتورها تو این قسمت سهم بسزایی دارن. متاسفانه تو ایران این هنوز اتفاق نیفتاده و نه برای ایسوس، بقیه سایر برندام خوبه. یکی دلایلی که ما امروز لانچ رو داریم در واقع اعلام میکنیم که لانچ محصولات موبایل ایسوس این هستش که کلیه محصولات موبایل ایسوس با گارانتی رسمی که ما داریم ارائه میکنیم به صورت رسمی وارد کشور میشه و همشون داره IMEI هستن که از نظر در واقع شرکت زیر ساخت قابل پیگیری هستش و کاملا رسمی هستش و به همین دلیل هم هستش که ما میتونیم سرویس استاندارد رو بهشون بدیم. تفاوتش با اون گروه کالاهایی که به صورت غیر رسمی وارد میشه این هستش که اونها نه لحاظ نرم افزاری با سیستم ایران مچ هستن، نه لحاظ اپراتوری و علاوه تکنیکال هم که اگر مشکلی براشون پیش بیاد هیچ ساپورتی از سمت دفتر ما نخواهد داشت داخل ایران. یک سوال دیگه هم بپرسم، اینی که پیش بینیتون از چه تعداد تلفن همراه طی یک سال توی ایران بتونید بفروشید؟ البته اغلب نباید این سوال رو جواب بدید، اما خب من میپرسم، شما میتونید جواب ندید. ما در واقع در شروع کار هستیم برای بازار ایران و استراتژیمون این نیستش که بخوایم در ابتدا سهم بزرگی از بازار رو بگیریم و تعداد زیادی بفروشیم، ولی خب برنامه خیلی جدی داریم و خیلی پیوستگی برامون خیلی مهمتر هستش تا اینکه بخوایم توی لحظه به یه عدد خاصی برسیم. حالا باید زمان بگذره و ببینیم چه اتفاقی میفته. خیلی ممنون وقتتون.